آتشکن جهاوا یا با حکم او به شهادت رسیدند. نجیب پس از فراغت از لیسه حبیبیه به وسیله سلیمان لایق عضویت حزب خلق را حاصل کرد و روی همین علت بود که در دوره ریاست جمهوری خود عقده ها و اندیشه های نشنالیستی لایق را در عرصه اجرا قرار میداد. نجیب در دوره های مختلف کار خود با جنرال نجیب رئیس خاد، رفیق نجیب منشی عمومی حزب، رفیق داکتر نجیب رئیس شورای انقلابی و داکتر نجیب الله طراح سیاست مصالحه ملی نام و جامعه بدل کرده است، اما خرامشان چنان که بود. نجیب آنگونه که در اواخر دوره کار خود نقاب مسلمانی به رخ میکشید در آغاز چنان نبود. توجه کنید او در پای مجسمه لینین با اخلاص تمام سر تعظیم فرو میکند و به سومنات خود درود میفرستد. ما به لینین کبیر که نبوغ و 6 سال قبل دوستی مردمان ما را بنیان گذاشت سپاس بیگران خود را میفرستیم. نجیب سیاست‌های مختلفی را در جهت فریب دادن مردم پیش ساخت. لوی جرگه‌های فرمایشی و نمایشی، حکومات بی‌طرف ولی در واقع متشکل از اعضای مخفی حزب و کجیبی، طرح قانون اساسی، اعلان سیاست مصالحه ملی، همه و همه در همان ردیف بودند. نجیب بدون روزها ناگزیر بود اجیران جنگی رژیم را با وسیله پول در برابر مجاهدین استایی دهد. او و وزیر امنیت دولتی شیعه‌افشوری به قطعات سر زده و غرض تشویق به جنگ عساکر را وعده پول می دادند. و سربازان به دل خپل جبه تقدیر کن سیدال نشان خود ده اختیارات دیده تا به صلاحیت و تا به پیشنهاد و که نخیده بیده تا منظوری در که او نقدی اغا بای زده چه وستی سلارم ده هر سرباز پر سمر سمر پیسی و تراولی زنی احتیاطی زنی نه ما ته یو رقم ووایه زر را ودیږم څو نفره دي مجموعه نوي نفر باینو چلو پاینچ سره نیم لکه روپۍ سره نیم لکه روپۍ به زده برای شناخت بهتر نجیب روزپرست کافی است که عوامل فرار برادرش دیدی قلار راهی و تسلیم شدن او به مجاهدین دانسته شود. او پس از فرار به مجاهدین شورای نزدار تسلیم گردید و کتابی را در مورد نجیب نوشت که آن را آیا نجیب را میشناسید نام گذاشت. بعد از آن همه روابط خصوصی و مخفی جنایتکارانه نجیب را افشا نمود. مجاهدی همچنانی که جهاد مقدس را به خاطر الهی کلمت الله آغاز نموده بودند به آن ادامه می دادند و دستاوردهای مهم یک پی دیگری نصیبشان می گشت. در طول دوره رژیم کمونیستی شمار تیارات سقوط داده شده روسی به حد رسید که در احصایگیری های جهان شوروی ریکارد سقوط تیاره ها را قایم ساخت. در ایام زمانداری نجیب مزدور، دامیان باستانی با نقش مستقیم احزاب تشیع که بر رهبری شیخ محمد آصف محسنی و حجت الاسلام عبدالعلی مزاری فعالیت داشتند به طور کامل فتح گردید و نجیب ناگزیر شد به نام منطقه صلح قوتهای خود را از دامیان بیرون بکشد. در طول دوران جهاد ائتلافهای زیاد میان احزاب تشیع صورت گرفت که اکثرا پایدار نبودند. طی سالهای 1358، 1363 تا 1365 چند ائتلاف و تجربه گرفته شد اما نتیجه نداد تا اینکه بالاخره حزب وحدت اسلامی در نتیجه آخرین اتحاد سازمانهای اهل تشیع به وجود آمد. هرچند برادران اهل تشیع در مراحل آغاز جهاد نیز نقش خود را داشتند اما پس از اتحاد به شکل محسوس‌تر در صحنه ظاهر شدند. حرکت اسلامی به رهبری محمد آصف محسنی نیز فعالیت‌هایی را که بیشتر در اطراف کابل متمرکز بود شکل داد و غلام نبی مشتاق یکی از مجاهدان دلیر که به شهادت رسید در همین رابطه فعالیت داشت. در شمال افغانستان شورای نزار جمعیت اسلامی افغانستان عملیات چشمگیری را در کلفگان، فرخار و طالقان انجام دادند و حضرت مجددی پس از دیدار از طالقان اعلام کرد که احمد شاه مسعود نمونه خوبی از حکومت اسلامی را در طالقان برقرار ساخته است. در آغاز سال 1367 ولسوالی غربند به وسیله حزب اسلامی گلبدین حکمتیار فتح گردید. نجیب که ناتوانی خود را احساس کرده بود چاره نداشت جز این که مناطق آزاد شده را با اسکوت بکوبد و به اساس گفته یکی از جنرالان رژیم این سلاح بنا به درخواست شخصی نجیب به افغانستان تحویل داده شده بود تا مملکت را به ویرانه مبدل کند.
واقعی مردم از نجیب رئیس خواب بعیس قاتل هزارها افغان بیگناه سبب شد تا سیاست شیطانی مصالحه ملی که در همه جا با آتش اسکات همراهی می شد دستاوردی نداشته باشد. اما نجیب منافقان خبرهای جعلی پیوستن گروپ های مجاهدین را به دولت مزدور خود پخش می کرد تا حداقل روش شیطانی خود را رنگ دروغین بخشیده باشد. به این کارتون ها توجه کنید. اینها خلاصه شناخت کافی از نجیب است. نجیب به شرف مارکس و لنین سوگند خورده و ادعا می کند که مسلمان است. چهره دوری نجیب، کمونیست و خدا نشناس بظاهر مسلمان. نجیب یک کمونیست دو آتشه و مزدور بود. او با حفیظ الامین هیچ تفاوتی نداشت و با پیروی از او حتی با ولی نعمت خود ببرک کارمل نیز وفادار نماند. نجیب با اسلام و معنویت هیچ گونه ایمان و باوری نداشت. او خلاف عقیده مسلمین و خلاف حکم خداوند توانا جهان فانی را جاودانی میخواند و جالبتران که جاودانی جهان را به دوستی با بادارش تشبیه میکرد. برادران عزیز، دوستی ما جاودان است، اما رند جهانی که ما در آن زندگی می نمایی جاودان است. این دوستی مانند امواج خروشان دریا زندگی ساز است. این دوستی مانند خرد نیاکان کبیر ما که قرارداد جاودان همکاری و کمک متقابل را امضا کردن بی پایان است. سالها و دهها خواهد گذشت و فرزندان و نواسه های ما درخش مقدس دوستی افغان شوروی را باز هم جلوتر و بلندتر و پیش خواهند بود. یک هزار و دوصد فرمانده در شورای ساغر، فرمانده در شورای ساغر. سرطان سال 1366 با ابتکار محمد اسماعیل خان امیر عمومی حوزه جنوب غرب، شورای ساغر متشکل از 1200 فرمانده ولایات و تنظیم های مختلف دایر گردید. بانک رهبران تنظیم ها در ایران و پاکستان ناظر اوضاع سیاسی و نظامی بودند، اما فرماندهان جهادی برای یک پارچگی مجاهدین داخل شوراهایی را دایر می نمودند و شورای ساغر قطعنامه را مبنی بر تشدید حملات بر ضد روس ها صادر نمود. هفت دلوی 1367 خاک افغانستان از حضور منحوس قشون شکست خورده روس به کلی پاک گردید. قوای روسی پس از 9 سال شکست فیافی و تحمل خسارات سنگین و متقبل شدن چندین هزار کشته و معلول از افغانستان خارج شدند و افغانان بار دیگر ثابت نمودند که هوای تسخیر افغانستان هر کله را به باد فنا خواهد داد. شوارتنادزه وزیر خارجه شوروی پس از خروج قوای شوروی و قبول شکست کشورش گفت که برای من خیلی دشوار بود که برای اولین بار شکست کشورم را مشاهده کردم.